خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما از مینوی هوم شروع میشه. ببینیم که در مینوی هوم کدام وظیفه را ما میتونیم در داکومنت تطبیق کنیم. در نخست ما داریم پیست. پیست فعلا غیر فعال است. ما اولا یک موضوع را در اینجا درج میکنیم، بعد از این مثلا ما در اینجا نشته داریم به نام کاول. ما میخواهیم نسبت به اینکه بعد از اینکه تکست تکمیل میشه ما میخواییم بعض تغییرات ها را بیاریم، یعنی نظمش را درست بسازیم. مثلا میبینیم کابل در اینجا درست نیسته، یعنی غلط در شده. میگیم کابل باید از دلائن دوم باشه. چطور میتونیم این عمل انجام بدیم؟ سلکتش میکنیم، بعد از او برشی در اینجا میگیم کات. کات یعنی ارتباط قطع کردن. این زیادتر در نظم از تکست میتونه به کار بره. یک موضوع مثلا در یک جای نادرست هست، میتونید از یک جا به جای دیگه ایره انتقال بتین. در این صورت کات بالاش انتخاب میکنین، شارکتش هم کنترل پلاس ایکس است. وقتی بالاش کلک کنیم، کابل که در لاین اول بود ارتباطش قطع شد، اینا رو کارسر رو میگذارین، میگیم باید است، چون از این سیتنگ هستن. کارسر رو میگذارین، میگیم باید است در لاین دوم در شد، اینا رو پیست فال شد. بالای لیست پیست کلک میکنیم و برش میگیم پیست. پیست در اینجا در شد. اینا رو پس ما تانستم که از لاین اول یک قسمت از تکس ها در یک قسمت دیگه انتقال بدیم. یا مثلا یک موضوعی است که میگم اینی پاراگراف باید از در صفحه 18 باشه. در این صورت میتونین از صفحه اولی را کات کنین، ارتباطش قطع ساخته و در صفحه دیگه را انتقال بدین یا استفاده کنین. بعد از این داریم کاپی. کاپی اکثرا در ریپورت های به کار میره که یک چیز تکرار اندر شه. مثلا یک ریپورت ما نشته میکنم 10 صفحه. در صفحه اول چیزایی نشته شده که به صفحه 8 و 9 و بیشتر ضرورت هستن. اینا نیاز نیست ما باز اون تکرار را نشته کنم. طور مثال ما یک صفحه دیگه هم میخواییم یک ریپورت نشته کنم، اما در اینکه چیز ضروره شده که او را در صفحه اول ما نشته کنیم سه لاین تکراری است منظور. در این صورت ما این در صفحه اول بعد از این امو تکس باکس که ضروره شده امو قسمت از پاراگراف سلکتش میکنیم. کاپی یعنی هم شکلش گرفتن، اما هم در امو صفحه باقی میمون هم در جای دیگه میتونیم انتخاب بتیم. کاپی بعد از این در هر صفحه که بخواین یک کلک میکنین در اون صفحه که معین شود، بعد از اون پیست کلک میکنین. نیاز به 4 یا 5 لاین نبود که ما نشته کنیم. و بعد از این اینجا ما داریم فارمت پینترز. وظیفه از این چی است؟ توسط از این ما میتونیم که شکل و یا تنها دیزاین یک متن گرفته بالا یک تکس دیگه تبدیل کنیم. ما مثلا یک متن داریم، بعد از این پاراگراف اول من یک دیزاین میتونم میگم مثلا رنگش باشه به رنگ ساخت و بولدان باشه، یا یک دیزاین دیگه هم سایز. اینا رو ما میخواییم که امون چند دیزاین که سر تکس اول تطبیق شده او رو میخواییم سر تکس دوم تطبیق کنم. اگر جداگانه ری دیزاین بتون مجبور یک دفعه برش رنگ بتون یک دفعه بولد بسازم، سه چهار عمل صورت میگیره. در این صورت شما میخواییم دیزاین از ایره فقط سلکتش کن، بعد از این اینجا ما برش میگیم فارمت پینتر، بالاش کلک میکنین. بعد از اینکه کلک کردیم سعی کنین اینجا شکلش به این شکل تغییر، شکلش به این شکل آمد. ناله شما طرف چپ ماوس فشار بگیرین بالای تکس که فارمت نداره، طرف چپ ماوس فشار بگیرین تطبیق کنین، اما فارمت از او بالای از او تطبیق شد. چی رنگ باشه، چی میشه سایزش 50 باشه، یعنی هر نوع فرمتی که باشه او تنها دیزاینش را کپی میکنه، در تکس دیگه پس دیزاینش را تطبیق میکنه. و بعد از این میاییم در اینجا داریم آفیس کلیبورد. آفیس کلیبورد وظیفهش ای است که ما باید بفهمیم فرق بین آفیس و آفیس کلیبورد و کپی چی است. ما اگر بیاییم در اینجا مثلا این یک موضوع را من مطرح میکنم، میاییم در صفحه دوم، میخواییم که اینمی روزای هفته در صفحه دوم هم ضرورت شده، پس سلکتش میکنیم، از اینجا برش میگیم کاپی. بالای کاپی کلک کرده، بعد از اون میاییم در صفحه دوم برش میگیم پیست. فعلا چیزی را که سلکت کرده بودیم امور برای ما کاپی گرفت. اگر ما کاپی دوم در اینجا انجام بدم سلکت، اگر باز برش بگویم کاپی، چیزی که اول کاپی گرفته شده بود او از بین میره و چیز جدید در حافظه خود میگیره. اینه برش کپی میگم، باز کارسر رو میگذاریم پیست. پس چیزی که جدید بود سنده بود، اما چیزی که قبلا در حافظه بود سترده بود او را از حافظه خود کلیر کرد، چیز جدید گرفت. یعنی کپی همزمان یک سلکشن هم میتونه در حافظه خود قرار بده. پس ببینیم فرق بین
کپی و آفیس کلیبورد صورتشی هستن. آفیس کلیبورد را کلیک میکنیم، در این قسمت بالایش کلیک کرده اینجا بر ما ظاهر میشه. بعد از اینکه ظاهر شد میخوایم همون چیزایی که در همون 100 صفحه شما ضرورت دارین کپیش میگیرین در آفیس کلیبورد. آفیس کلیبورد صورت شمی است که چندین سلکشن در حافظه خود میتونه در یک زمان بگیره، اما کپی که هست یک سلکشن، یک جا یک سلکت میکنین در حافظه خود میگیره. اگر بار دوم سلکت کنین او قبلیش از بین میره. این که از به اون شکل نیست، اگر چندین بار هم سلکت کنین کپی بگوین در حافظه ایش سیف میشه. اینال پس من سطر ده مثلا میبینم که ضرورت است در صفحه بعدی یا برش کپی میگم یک سلکشن. دفعه دوم باز روز سنده سلکت میکنم یک دو سلکشن، باز برش میگم کپی در حافظه ایش سیف شد. روز دوشنبه مثلا باز دیده کپی میگم این سلکشن، اگر آفیس کلیبورد نمی بود و قبلیش کلیر میشد. حالا ببینیم صورتش هستن. بعد از این تکس ها میبینیم که ضرورت است در صفحه بعدی این رو یک کپیش در حافظه آفیس کلیبورد گرفته. اینال اگر ما خدا کنه در هر صفحه که باشم فعلا ما در صفحه نوم هستیم، باز ضرورت شده روزای هفته فقط در آفیس کلیبورد از صفحه اول مکاپیش گرفته بودیم. اینال بالای سطر دیگه یک کلیک کنین در اینجا درج میشه. این صورت شده. اینال نشته میکنین نیاز به این نبود. باز ضرورت میشه روز بعدی روز سنده. یعنی نیاز به چندین بار کپی و پیست نیست. همچنین مهمه در آفیس کلیبورد کاپیش گرفتیم. باز نشته میکنین موضوعات دوباره روز یک شنبه. بعد از این متکس امید یک مکاپیش گرفته بودیم. ضرورت میشه یک کلیک کنین در اینجا درج. پس این صورت بود که بین کپی و آفیس کلیبورد قرار داشت. اگر ما بیاییم مستقیما برش بگیم پیست آل، چیزی که در حافظه آفیس کلیبورد است برتان پیست کرد. اگر بگیم کلیر آل، چیزی که در داخلش است کلیر میشه. این بود وظیفه آفیس کلیبورد. و بعدا میایم در قسمت بخش پیست اسپیشال. خب فعلا ما یک موضوع رو در این کپی میکنیم. بعد از پیست اسپیشال، اول ما باید از تعریف پیست اسپیشال بفهمیم که در کدام صورت از پیست اسپیشال ما استفاده کرده میتونیم. پیست اسپیشال میتونه وظیفه را برتون انجام بده، کار را که در پروگرام وورد انجام دادن نمیتونیم توسط پیست اسپیشال میتونین از یک پروگرام دیگه در داخل پروگرام وورد درج کنیم. او کار که امکاناتش البته در اینجا نباشه. طور مثال امکانات محاسبه در پروگرام وورد نیست که ما بخش فایننس یا اکاونت پیش بریم. این کار ما میایم در پروگرام اکسل پیش میبریم. مثلا از ماه جنوری در بخش محاسبه و همون بخش حسابداریش پیش میبریم. طور مثال است. ما میخواهیم که مجموعه معاشات را دریافت کنیم. این فقط یک مثال جزئی است. بازو وقتی که ما شما ان شاء الله بخیر در پروگرام اکسل برسیم موضوعات بیشتر به اساس تجزیه داره. توتال سالاری مساوی سم قوس باز. این می عمل ما نمیتونستیم که مجموعه معاشات در پروگرام ور یک چیز جزئی است. اما موضوعات عمومی رو برتون میگم که کسی که در اکسل دسترسی داره. بعد از اون تماما معاشات رو سلکت میکنیم. هاوز بسته انتر. خب بعد از این انتخاب میکنیم یک فرمت هم برش میتیم اینال اینی کار ما نمیتونستیم در پروگرام وورد این از اینجا برش کپی میگیریم از پروگرام اکسل کپی. بعد از این در پروگرام وورد
اینی موضوعات ریپورت بود که در ورد تهیه کرده بودیم، اما موضوعات محاسبیش حالا از اکسل متوسط و پیس اسپیشل میخواهیم که بیاریم. کو کار در ورد امکان نداشت. در این صورت ما میاییم از اوجه کافی گرفتیم و اینجا برش میگیم پیست اسپیشل و بعد از این پیست لینک. لینک یعنی ارتباط هم داشته باشه و اینجا انتخاب میکنیم مایکروسافت آفیس اکسل ورکشیت آبجکت، چون از این تغییرات ما فعلا از اکسل آورده شده. بعد هم برش میگیم اوکی. پس اینی عمل را که ما در اینی ریپورت شده ورد انجام دادیم، اما موضوعات محاسبیش در اکسل انجام داریم توسط پیس اسپیشل داخل داکومنت ورد قرار دادیم. پس به این معنا که کار را که در ورد انجام داده نتانیم توسط پیس اسپیشل میتونیم زمینی ریپورت ورد بسازیم. حالا اگر ما تغییرات در اوجه بیاریم، چون از یک لینک هست اوتومات چیز را که در محاسبیش خب اینال، پس ما میرم در بخش محاسبهش تغییرات میارم. آیا ببینیم که در داکومنت ورد تغییرات وارد میشه یا نمیشه. فعلا اینجا یک نفر داریم به نام علی. اینجا که من نمیتونم در محاسبه تغییرات وارد کنم. در پروگرام اکسل میاییم میگیم یک نفر آل علی بجایش سلیم آمده آیتی سن و معاشش ها میگیم از 13 سن یا 180 رو کنم. ببینیم کمی تغییرات که در اکسل آورده شد. آیا در داکومنت ورد تغییرات وارد شده یا نشد؟ در این صورت ما میایم در داکومنت ورد. خب به این شکل حالا فعلا در حالت لینک است. اگر ما باز بیایم در داکومنت در خود ورکبوک پروگرام اکسل میگیم اینجا یک نفر است به نام حسیب، یعنی در اکسل تغییرات میدیم و ماش شما است 200. باید اصال اوتومات در داکومنت ورد تغییرات وارد شد حسیب و ماششون. امو چیزی که ما در اینجا انجام میتیم میتونیم در حالت لینک تغییرات وارد کنیم، اما هدف اساسی از این است که او امکانات در پروگرام ورد نباشه. پیس اسپیشل میتونه عمل انجام بده. درس ما میجا به پایان میرسه. ادامه خود پیس اسپیشل انشالله به پیس زایپلینک موضوعات درس بعدی خود قرار میده. درس ما میجا به پایان میرسه.